تظاهر کنندگان در ترکیه به تداوم صادرات نفت جمهوری آذربایجان به اسرائیل از طریق بندر جیهان معترضند. جمهوری آذربایجان از متحدان نزدیک اسرائیل نزدیک به 40% نفت مورد نیاز آن کشور را تامین می‌کند و به نظر می‌رسد روند صادرات نفت آذربایجان به اسرائیل با وجود جنگ در نوار غزه بیوقفه ادامه دارد. روابط تجاری آذربایجان و اسرائیل به طور عادی ادامه داره. حتی میتونم بگم از یک سال پیش که سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل باز شده، این روابط تشدید هم شده که البته بخش عمدهش صادرات نفت از ترکیه در ازای دریافت تسلیحاتی است که آذربایجان میگه به اون نیاز داره. اعتراضات به روابط تجاری ترکیه با اسرائیل به موقعیت سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور لطمه زده. حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان در انتخابات محلی ماه مارس شکست سنگینی متحمل شد که به گفته تحلیلگران از اوضاع اقتصادی ترکیه ناشی می شود. اگر بحران اقتصادی نبود، روابط تجاری با اسرائیل احتمالاً اهمیت چندانی برای مردم نداشت. رجب طیب اردوغان بعد از شکست حزبش در انتخابات محلی به نشانه حمایت از فلسطینیان علیه اسرائیل اعلام کرد طیفی از تحریم‌های تجاری علیه آن کشور اعمال می‌کند. اما آقای اردوغان روابط نزدیکی با الهام علیف، همتای آذربایجانیش و شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان دارد که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ترکیه محسوب می‌شود و از همین رو به گفته تحلیلگران قطع صادرات نفت آذربایجان به اسرائیل برایش دشوار است. تداوم تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به صادرات نفت آذربایجان به اسرائیل از طریق ترکیه سبب شده پلیس ترکیه دست به بازداشت سازماندهندگان اعتراضات بزند که خود موجب تشدید خشم تظاهرکنندگان شده و به گفته تحلیلگران ادعای رجب طیب اردوغان در مورد پیشتازی ترکیه در رویارویی با اسرائیل را زیر سوال برده. دولت میگه تجارت با اسرائیل را قطع کرده، اما به نظر میرسه از راه‌های دیگه ادامه داره. به نظرم بیشتر از الهام علیوف و شرکت‌های آذربایجان این دولت ترکیه است که مقصره و مسئولیت تظاهرکنندگان به ویژه محافظه‌کاران رو دوششه. تحلیلگران میگویند اکثر تظاهرکنندگان را حامیان حزب محافظه‌کار و به طور سنتی مذهبی آقای اردوغان تشکیل می‌دهند و ادامه این تظاهرات می‌تواند هزینه سنگینی برای رجب طیب اردوغان در بر داشته باشد.